بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران و همه موحدان، آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان. همه میدونیم که اگر قوه قضاییه اصلاح بشه، کشور اصلاح خواهد شد. اصل 37 قانون اساسی میگه که اصل بر براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. اصل 36 هم میگه که محکوم کردن و مجازات افراد و اجرای مجازات فقط باید از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون باشه. متاسفانه رئیس محترم قوه قضاییه که باید بیش از همه پایبند به قانون اساسی و قوانین باشه، به کرات این اصول رو زیر پا میذاره. ایشون در صحبت‌هایی که در جمع غیرعلنی دانشجویان مطرح کرده و بعداً خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی اون رو منتشر کرده، عناوین مجرمانه‌ای را به بنده و همکارانم نسبت داده. ایشون ما رو فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی معرفی کرده و ما رو به این اتهامات متهم کرده. البته آقای بابک زنجانی نزدیک 4 ساله تو زندانه، به طور غیرعلنی محاکمه میشه. ما اطلاعی از مسائلی که در اونجا گذشته نداریم، ضمن اینکه قبلا هم بارها اعلام کردیم اگر اعضای دولت ما و هر دولت دیگه هر ارتباطی با ایشون دارن مستندا اعلام کنن، که اعلام نشد. اما من میخوام از رئیس دستگاه قضا مؤکداً درخواست کنم ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر یا منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی رو منتشر کنید. حتی اگر در ما، نمیگم در دادگاه صالح، انتظار ندارم از شما، اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتون ما به این عناوین مجرمانه محکوم شدیم، ظرف 48 ساعت اسنادش رو منتشر کنید، همه بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم رو درباره شما و عملکرد شما طی این 8 سال با مردم در میون خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.